سلام به شما، به خبر 8 خوش آمدید. امروز جمعه 13 ماه هوت سال 400 خورشید است. سرخط خبرها. تلاش مشترک پاکستان و ازبکستان برای حل بحران افغانستان. افغانستان از قبل هم مشکلات زیاد داشت و فعلا تحریم ها مشکلات آنها را دوچند ساخته است. بنابراین ما در این مورد میانجیگری خواهیم کرد. ائتلاف نهادهای حقوق بشری برای حفاظت از حقوق بشر در افغانستان. من از جامعه جهانی خواستم تا بالای طالبان فشار بیاورند تا حقوق زنها را مراعات نمایند و در مورد تعلیم و تربیه همچنان در مورد وظایف زنان در امورات دولتی بحث کردیم. آغاز روند تداوی معتادان در هرات. کشته شدن ده‌ها تن در یک حمله انتحاری در پاکستان. و نهایی شدن طرح بودجه تا 10 روز دیگر. من عبدالعزیز سخی‌زاده هستم. صدر اعظم پاکستان میگوید که در همکاری با کشورهای منطقه راه حلی را برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی پیدا خواهند کرد. عمران خان در دیدارش با رئیس جمهور ازبکستان در اسلام آباد گفته که تحریم های اقتصادی افغانستان را در یک وضعیت ناگوار قرار داده و پاکستان میخواهد که برای حل این معضل میان جیگری کند. رئیس جمهور ازبکستان نیز در این دیدار بر دوام کمک های بشری به افغانستان تاکید کرده و خواستار پایان تحریم ها بر افغانستان شده است. رهبران پاکستان و ازبکستان اینجا در اسلام آباد افزون بر مسائل دو کشور وضعیت افغانستان را هم به بحث می‌گیرند. صدر اعظم پاکستان در دیدارش با رئیس جمهور ازبکستان می‌گوید کشورش در تلاش است تا به همکاری کشورهای منطقه راه و چاره ای را برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی پیدا کند. عمران خان تأکید کرده است که دوام تحریم‌ها افغانستان را در وضعیت بدی قرار داده و پاکستان حاضر است برای حل این معضل میانجیگری نماید. افغانستان از قبل هم مشکلات زیاد داشت و فعلا تحریم ها مشکلات آنها را دوچند ساخته است. بنابراین ما در این مورد میانجیگری خواهیم کرد و با کشورهای منطقه نشسته و یک راه حل به خاطر برسمیت شناختن این کشور پیدا می کنیم. صدر اعظم پاکستان همچنان بر توسعه روابط تجاری کشورش با ازبکستان از طریق خاک افغانستان تاکید کرده میگوید تلاش دارند تا با ایجاد یک خط ریل از طریق خاک افغانستان ازبکستان و پاکستان با هم وصل شود. هماری تجارت بھی بڑھے گی. برنامه ای را که ما روی دست گرفتیم این است که ارتباط تجاری خود را از طریق خاک افغانستان با ازبکستان گسترش می دهیم. فعلا صرف موتورها رفت آمد دارند، همچنان ارتباط هوایی خود را نیز شروع می کنیم. و مهمتر از همه خط ریل است که از طریق خاک افغانستان به ازبکستان می رود. این بزرگترین پروژه ما است. رئیس جمهور ازبکستان نیز در دیدارش با عمران خان بر دوام کمک های بشری به افغانستان تاکید می کند و از جامعه جهانی خواستار پایان تحریم ها بر این کشور است. از جامعه بین المللی می خواهم که همکاری های بیشتر بشردوستانه را در افغانستان ادامه بدهند و همچنان تحریم ها و پول های منجمد شده افغانستان را که مشکلات زیادی را بالای مردم این کشور تحمیل کرده است باید خاتمه پیدا کند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که با گذشت بیش از 6 ماه از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان هنوز هیچ کشور دولت جدید افغانستان را به رسمیت نشناخته و تحریم های جامعه جهانی نیز بر افغانستان هنوز پابرجاست. سازمان عفو بین الملل از شکلگیری ائتلاف جدیدی برای حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر داده. این سازمان هدف از ایجاد ائتلاف جدید را اعمال فشار بر امارت اسلامی برای احترام به حقوق بشر و همچنان فشار بر جامعه بین الملل برای عملی ساختن به تعهدات خود در رابطه با پاسخگو ساختن امارت اسلامی و ایستادن در کنار مردم افغانستان عنوان کرده. همزمان با این نماینده آمریکا در قبال زنان افغانستان خواستار فشارهای بین الملل بر دولت جدید افغانستان است تا تأمین حقوق زنان بهتر تأمین شود. به دنبال نگرانی های جامعه جهانی از نقض حقوق بشر پس از تحولات اخیر در افغانستان، سازمان عفو بین الملل به تازگی از شکلگیری یک ائتلاف جدید برای حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر داده است.
بر بنیاد اعلامیه این سازمان، هدف از شکلگیری ائتلاف اعمال فشار به امارت اسلامی برای احترام به حقوق بشر و همچنان فشار بر جوامع بین المللی برای عمل به تعهدات خود در رابطه با پاسخگو ساختن امارت اسلامی و رها نکردن مردم افغانستان می باشد. در اعلامیه همچنان آمده است که بر علاوه سازمان عفو بین الملل، نهادهای دیگری همچون دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، خانه آزادی، لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی و نهاد موسوم به مدافعان خط مقدم از اعضای این ائتلافند. با ایجاد اتحاد برای حقوق بشر در افغانستان، ما یک پیام قوی از همبستگی به مردم افغانستان ارسال می کنیم. ما همچنین می خواهیم به طالبان و جامعه بین المللی بگوییم که به عنوان سازمانهای جامعه مدنی بین المللی وضعیت را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت و به تلاش‌های خود برای حمایت از افغانستان عاری از خشونت برای همه افغان‌ها ادامه خواهیم داد. شکلگیری این ائتلاف در حال صورت می‌گیرد که پس از تحولات سیاسی در 15 اگست سال گذشته میلادی در افغانستان، جامعه جهانی را بابت نقض حقوق بشری نگران ساخته و همواره بر دولت جدید افغانستان بابت رفع این نگرانی‌ها فشار وارد کرده است. بنابر مشکلات جدی که در قسمت حقوق بشر در افغانستان فعلا ما شما با او مواجه هستیم، این نهاد دست به کار شدند تا باشه صدای جدیتر و صدای رساتر در قسمت وضعیت حقوق بشری مردم در افغانستان داشته باشند. همزمان با این، رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در یک گفتگوی آنلاین با مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک واشنگتن بر فشارهای جامعه جهانی بر امارت اسلامی از بهر تامین حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده است. من از جامعه جهانی خواستم تا بالای طالبان فشار بیاورند تا حقوق زنها را مراعات نمایند و در مورد تعلیم و تربیه همچنان در مورد وظایف زنان در امورات دولتی بحث کردیم. در چنین کشور فقر زده، تعلیم و تربیه و ایفای وظیفه زنها به خاطر برطرف شدن فقر بسیار مهم پنداشته می شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که امارت اسلامی همواره تامین حقوق بشر و حمایت از حقوق زنان را جزی از مسائل داخلی افغانستان دانسته و خود را مکلف به رعایت آن می داند. یونسف با نشر گزارش می گوید که از 2 میلیارد دلار درخواستی برای کمک به کودکان افغانستان، 15% آن جمع‌آوری شده است. در این گزارش اما آمده که این بزرگترین درخواست کمک مالی است که تاکنون از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد صورت گرفته. با باور آگاهان اجتماعی، فقر و بیکاری سبب شده تا شمار کودکان شاقه‌کار و خیابانی در کشور افزایش یابد. عبیدالله انوری گزارش می‌دهد. نرگس و زهرا نمونه از هزاران کودک کارگرند که از بام تا شام دنبال پیدا کردن لقمنان هستند. این کودکان خردسال ناگزیرند تن ضعیفشان را در برابر روزگار نکبتبار قرار دهند تا بتوانند با به دست آوردن مقدار پول اندک دوباره به خانه برگردند. روز پنجار به خانه میبرم، کته نان میبرم خانه، روز مکتب میخونم. صبح از 8 بجه میرم تا از آن شام میباشم. اینجا کمک کنم کس به کار نبیرم، به خانه مکتب بخونم. همین گونه زندگی رویدم با کارهای خیابانی گری خورده و او هم برای پیدا کردن لقمنان دست و پا میزند. میخوادم نانوار خانه هستم، روز یک و نیم ساعت 120 روپا میشه. کاروار حال نیستنم، یک پنجار پسد رو پنم سازا کار می. این وضعیت رقتبار کودکان افغان سبب شده تا سازمان‌های بین المللی هم دست به کار شوند. یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل از 2 میلیارد دلار که برای کودکان افغان درخواست کرده بود میگوید که حالا 15% این کمک‌ها را جمع آوری کرده است. فراخوان اقدام بشردوستانه یونسف برای کودکان در افغانستان بزرگترین درخواست در تاریخ این سازمان است که ارزش آن 2 میلیارد دلار برای سال 2022 است. به لطف کمک‌های سخاوتمندانه شرکا، درخواست در حال حاضر 15% تمویل شده است. همین گونه آگاهان می‌گویند که فقر و بیکاری روزافزون بر رقم کودکان کار و شاقه کار می‌افزاید و خانواده‌ها ناگزیرند که فرزندانشان را برای کارهای شاق بفرستند.
یک اقدام به پیشنه رو دست بگیرن یا زمینه کار برشان مساعد بسازن، کارهای که اینا در کنارش بتونن درس و تعلیم خود فرا بگیرن و از سوی دیگر به خانوادهایی که واقعا بی‌بضاعت هستن، مستمند هستن، کودکای خود به خاطر کار شاقه میفرستن و اینا یک مقدار تسامح و مدارا داشته باشن. از اینکه کودکان آینده سازان کشورند، امارت اسلامی هم ناگزیر خواهد شد مسئله رسیدگی به کودکان را در اولویت کاری خود قرار دهد. روند تداوی معتادان به مواد مخدر در هرات شروع شده. مقام های محلی در این ولایت میگویند که در مرحله اول حدود 1000 تن را زیر تداوی قرار دادند. اما قرار است به زودی 3000 تن دیگر را نیز به خاطر تداوی به کمپ های ترک اعتیاد بفرستند. به تازگی حدود 60 تن از معتادان به مواد مخدر طی 2 ماه اخیر تداوی و به آغوش خانواده هایشان برگشتند. سال هاست که این گونه تافته جدا بافته در کنار سرک ها، دکان ها و جوی ها افتاده اند. اما هیچ روزنه نتوانسته است برای این مریضان امید بخش باشد. مقام های محلی هرات به تازگی روند تداوی این افراد را شروع کرده اند. دلتا چنن کم کسان پارغی ری یا تداوی سوی در درملن سوی نن خپل خانواده اوته پا حدودی که در 500 و 600 دست کسان دی، نو دا هغه کسان دي چې دوی میاشتې مخکې موږ را جمع کړي وو، د دو سره نور کسان هم وو. تقریبا په دې حدودو کې د دې دوی میاشتې موږ 1500 کسان تر داسې را جمع کړي دي او هغه مو دلته د تداوی درملنه روانه ده. آمار معتادان به مواد مخدر در این ولایت هر روز رو به افزایش است. مقام های محلی هرات در مرحله اول تنها 1000 تن را زیر تداوی قرار داده است. قرار است که این روند همچنان ادامه داشته باشد. پروسه جواری معتادین خیابانی آغاز شده و تا فعلا بالای 1300 تن از معتادین جواری شده و در مکانی که فعلا ما شما وجود داریم نگهداری میشن. از ابتدای جمع‌آوری تیم‌های ساعت‌نامه به شکل نوکریوالی از طرف روز و شب آمادن و برای معتادین خدمات ارائه کردند. این تعداد از معتادان که تازه از بند اعتیاد رها شدند می‌خواهند زندگی نو را آغاز کنند. افرادی که سالها بدور از خانواده در گوشه از شهر افتاده بودند. 4 یا 5 روز میشه که ما همینجا هستیم. من نه مواد مخدر دیدیم همینجا، نه کسی اسمیر گرفته. فقط همینجا که هستیم در جا عطا یک قرص هم نخوردیم. خدای برای عمل بعد آخر عمل از دست خدا نسوزه. خود از عمل در کشم مثل ما بتونی زندگی شو خدا نه درد داره نه هیچی. بر اساس آمارهایی که در سالهای گذشته ارائه شده است، در هرات بیش از 70,000 معتاد به مواد مخدر وجود دارند. تغییر این وضعیت نیاز به برنامه‌های کلان ملی دارد تا بتواند این زخم ناسور را درمان کند. باشندگان و رانندگان در ننگرهار از ترافیک سنگین جاده اول تورخم جلال آباد شکایت دارند. آنان میگویند که به دلیل کم عرض بودن این جاده ساعت‌ها در راهبندان میمانند و سبب مشکلات زیادی به آنان شده. سفیر پاکستان در کابل در سفر به ننگرهار اما وعده داده که کار بخش دوم این جاده را به زودی تکمیل خواهند کرد. جاده دوم جلال آباد تورخم، جاده ای که سال هاست کارش نیمه تمام مانده است. ساخت این جاده را پاکستان تمویل مالی میکند، اما کار این جاده را از سال 2017 تا اکنون تکمیل نکرده است. حالا مردم شکایت دارند که به دلیل کم عرض بودن جاده ساعت ها در رابندان میمانند و مشکلات زیادی را بنان به بار آورده است. یو سرک دیر مشکل ده، البته دیر تکری کیگی لین معلوم نده او مون غواړو باید مون ته بل سرک جوړ شي. یو شرکت ته ورکې او شرکتونه پوره سر ته ونه رسې بده پرېدي او لاړ شي بس ځان غولول دي. سفیر پاکستان در کابل که به ننګرهار رفته میگوید که به زودی کار این جاده را تکمیل میکند. مکمل نہیں ہو سکا. درست است که سرک دوم تورخم جلال آباد که در سال 2017 آغاز شده بود در 4 سال گذشته به دلیل برخی مشکلات تکمیل نشده است، اما دولت پاکستان متعهد است که کارهای ناتمام این جاده را تکمیل کند. رئیس فواید آمین ننگرهار میگوید اگر پاکستان ساخت این جاده را شروع نکند آنان خود دست به کار میشوند. وزارت پایداری الحمدلله دغه شیانو ته ډیر متوجه ده او ما سره هم دغه یادواری کړې ده چې دوی سره ته خبره وکړه که دوی نه کوي چې موږ خپل اقدام وکړو. نو هغه کله چې دوی جواب منفی راغی نو موږ به خپله خبر د وزارت سره شریک کو
این تنها پاکستان نیست که کار ساخت یک جاده را در افغانستان طولانی کرده است. در گذشته هم بارها در بخش ساخت و ساز جاده ها کمکاری های زیاده شده است. حالا مردم از امارت اسلامی می خواهند که بر شرکت های ساختمانی نظارتشان را بیشتر کنند. قرار است 4 میلیون اسلحه حال زینتی و مسمر در مرکز و 27 ولسوالی بدخشان در بهار پیشرو غرس شود. مسئولان محلی این ولایت میگویند که قرار است در اولین بهار پیروزی امارت اسلامی ده ها هزار اسلحه حال زینتی در بخش های مختلف شهر فیض آباد غرس شود. مسئولان شاروالی و محیط زیستی این ولایت میگویند که این کمپاین به هدف مبارزه با آلودگی محیط زیستی راه اندازی شده. پس مردم میخواهند که در حفظ و مراقبت نهال های تازه غرس شده توجه کنند. این کمپاین نهالچانی از بحر مبارزه با آلودگی محیط زیست را اندازه شده است. مسئولان شاروالی و محیط زیست بدخشان میگویند در این کمپاین قرار است 4 میلیون اسلحه نهال در ولایت بدخشان غرس شود که 20 هزار اسلحه نهال زینتی آن از سوی ریاست زراعت آماده شده است. از این پروسه امروزی ما به نمایندگی شاروالی بدخشان که در هماهنگی با رئیس محترم زراعت راه انداخته شده است، ای بسیار گام خوب است. باید همه ما شما در این پروسه سهم بگیریم. یک پروسه مثبت است. ای باید تنها به این محاوته منحصر نشوه، گسترش پیدا کنه برای تمام ولایات. باید وقتی که نهال میشانیم این نهال ما و شما حفاظت شوه، حراست شوه، نگهداری شوه، اهمیت برش داده شوه، صلاحیت برش داده شود که این نهال ما و شما، این مصارف ما و شما بهوده و بفایده نشود. مقام های محلی بدخشان میگن نسبت به هر زمان دیگر امنیت بهتر است و از مردم میخواهند با استفاده از فرصت نهال غرس کنند. لله الحمد، در یک فضای بسیار آزاد، در یک فضای بسیار مسرت و خوشحالی و امنیت، فضای امنیت و آرامش در کشور ما حاکم است، نظام اسلامی حاکم است. این بس جای بسیار خوشحالی و جای بسیار مسیرت است. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید جنگ های دوامدار به خصوص 20 سال گذشته محیط زیست را آسیب رسانده و اکنون نیاز است که با غرس نهال از ویرانی علفچرها و محیط زیست جلوگیری شود. امیدوار هستم که همه ما شما دست به دست هم داده طبیعت خود را، فضای بدخشان را با شاندن نهال زیبا بسازیم و وقتش فرا رسیده است. گفتم که دیگه با آبادی و شکوفایی سرزمین خود باید کوشا بوده باشیم. باشندگان بدخشان از مسئولین حکومت محلی خواهان حفظ و مراقبت نهال‌های تازه غرس شده هستند. در ادامه خبر 8، خبرهای جهان هم تا لحظات دیگر. چند خبر کوتاه از جهان. در حمله انتحاری به یک مسجد در شهر پشاور پاکستان بیش از 30 تن کشته شده و بیش از 50 تن دیگر زخمی شده که حالت برخشان وخیم توصیف شده است. بر اساس گزارش ها انفجار زمانی رخ داد که مردم برای ادای نماز جمعه در مسجد جامع کوچه رسالدار در منطقه قصخانی بازار در بخش قدیمی شهر پشاور جمع شده بودند. هارون رشید از مقامات پلیس پشاور بر رسانه ها گفته که ظاهرا این حمله انتحاری بوده که در جریان آن مهاجم انتحاری ابتدا به سربازان پلیس دروازه مسجد شلیک کرده و پس از آن وارد مسجد شده و خود را منفجر کرده است. شاهدان عینی گفتند که جمع بزرگی از نمازگزاران هنگام انفجار در این مسجد جامع شیعیان حضور داشتند. مذاکره کنندگان احیای موافقتنامه اتمی ایران محتاطانه خوشبینند. آنها میگویند که طرفها برای رسیدن به توافق به پیش میروند. این در حالی است که رئیس اداره نظارت از انرژی اتمی قرار است در روزهای آخر هفته به تهران سفر کند. هماهنگ کننده اتحادیه اروپا برای مذاکرات گفته که مذاکره کنندگان در مرحله نهایی گفتگوها رسیدند، اما به گفته او مسائل مرتبط هنوز بازند و موفقیت این مذاکرات را هرگز نمیتوان تضمین کرد. خبرهای اقتصادی هم پس از یک میان برنامه.
با ادامه خبر 8 باز هم خوش آمدید. وزارت مالیه میگوید که کار روی طرح بودجه همچنان جریان دارد و تا 10 روز دیگر برای تصویب به شورای وزیران فرستاده می شود. مسئولان نهاد تاکید دارند که پس از سال نو اجرات دولتی بر اساس طرح جدید بودجه صورت خواهد گرفت. کار روی طرح بودجه سال 1401 همچنان ادامه دارد. وزارت مالیه میگوید که این طرح بر اساس نیازمندی های ادارات دولتی ترتیب خواهد شد و بخشی از بودجه انکشافی هم از عواید داخلی تأمین می شود. در سالهای گذشته بخش بزرگ از بودجه انکشافی افغانستان را بودجه غیر اختیاری تشکیل می داد که توسط کشورهای کمک کننده پرداخت می شد. عادی بودجه پا برابر اولو که مشکل نلور، یعنی تر اوسه پوری در موجوده منابع اوسخه پس صحیح او د فساد څخه پاک استفاده سره دومره توانیدلې یو چې خپل عادي بودیجه خپل تمویل کړو. حتی د انکشافي پروژو لپاره مو هم لږ څه برابرې کړي دي، خو هغه ډېرې محدودې دي. عادي کې مشکل نه لرو، راتلونکي کال لپاره به هم موږ هڅه دایي چې تر څو بودیجه کې موږ انکشافي برخه مو لږ ډېره سي او انکشافي برخې لپاره لږ اضافه پیسې لاسته راوړو. آگاهان اقتصادی هم باور دارند که وزارت مالیه هر چی زودتر طرح بودجه را نهایی کند تا روند حکومتداری در سال نو به گونه منظم ادامه داشته باشد. دی نوی بودجه تنظیمول او ترتیبول اغم په هجری شمسی کال باندې د افغانستان په بنسټیز پروژو باندې فوق العاده مثبت اغیز لري. ولی د آب او د هوا او د اوبو د پاره او د هوا د حالاتو د پاره مناسب او منظم ترتیب سوی وی باورمند یم چې به انکشافي پروژې تطبیق سي او هم به عادي بودجه تر زیات حد بوري به مصرف سي. به گفته یه وزارت مالیه، عواید کشور در حال افزایش است و این اولین بار است که بودجه بر اساس عواید داخلی کشور ترتیب می شود. اما پرسش اساسی این است که آیا این بودجه می تواند پاسخگوی نیازمندی مردم باشد یا نه، گذشته زمان پاسخ خواهد داد. نرخ اسعار $1 $89.8 بود، €1 $100.9 بود، €1 امارات $24.2. $1,000 ایرانی $3.9 بود، $1,000 پاکستانی $506 و $1,000 هندی $1,046. ادامه خبرها پس از یک مهلت کوتاه. با ادامه باز هم خوش آمدید. مرحله نهایی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با میزبانی کندهار برگزار شد. برگزاری این رقابت ها که 24 روز را در بر خواهد گرفت، 12 تیم از ولایت‌های مختلف کشور اشتراک خواهند کرد. استادیوم فوتبال احمدشاهی کندهار پس از یک وقفه طولانی همچنان پذیرای فوتبال دوستان است. برگزاری مرحله نهایی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان اولین تورنمنت است که پس از روی کار آمدن امارات اسلامی به میزبانی این استادیوم برگزار شده است. در دو سال 2022 تیمای ملی فوتبال افغانستان و سفرهای و همچنان کورسای مربیگری را که داریم، ما 22 سفر خارجی داریم که اولین سفر خارجی ما که 2 هفته قبل تیم ملی جوانان ما با قرغیزستان حضور پیدا کرد که دوج دوم شدند در سطح مرکز آسیا. 12 تیم از ولایت‌های مختلف کشور که چند پیش جواز رسمی حضور در مرحله نهایی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان را به دست آوردند، برای مشخص کردن نخستین قهرمان این لیگ به مساف هم می روند. نو دا غالو بیش مش کم دلیه پا هیوات پسط دلیه پا کندر که نولی دی. نو دا خو این شاید کندر تا پارا دیر افتخار خبره ده. او کم شده در میرمانه را غیلی دی. آقو میرمانو با تا مجر اتمنان و ارکار دی در امنیت و باب سره. انو این شاک خطر کنور چیم دستیلو بین ورکیش دی وقت پکش آقا تو مزدقی پیغام رکو بشت آقا امنیت بیش شاک خطر کنور ساتو. این رقابت ها که تنها بگونه رفت انجام می شود، در فاصله زمانی کمتر از یک ماه به کار خود پایان خواهد داد. از سرگیری فوتبال، تازه شروع شدن فوتبال در افغانستان ما خوشحال هستیم. ما ورزشکارا شخصا خود ما 12 تیم هستیم، از هر ولایت
مختلف آمدیم در ولایت قندهار. فوتبال وضعیت اوس پیلن شدی په قندهار کې نو مژوم خپل تمرینات ادامه وکړ. قندهار یکی از ولایت‌هایی است که در زمان حکومت قبلی به دلیل نبود امنیت به ندرت چنین بازی‌ها را میزبانی می‌کرد. وضعیت آب هوا بیشترین خبرها از افغانستان، منطقه و جهان را از وبسایت آریانا نیوز .af می‌بینید.